خب درود بر شما عزیزان، امیدوار هستم که هر جایی که هستین جور و سلامت باشین. خواستم آهنگ را بر شما به نشر بسپارم که متاسفانه اتفاقی افتاد و بعدا بر شما انشالله به نشر خواهم سپرد. خب عزیزان، فکر کنم پیدایش کردیم، بذارید با آهنگ با هم بشنویم.
درود بر شما، امیدوار هستم که هر جایی که هستین جور و سر حال باشین. باز هم در خدمت شما هستم. برنامه تلویزیون خراسان یا اینترنتی خراسان مهمان منازل شما دوستان. نخست این روز را که رو یک روز خیلی خیلی خجسته هست برای فرهنگیان ما و فارسی زبانان جهان، امروز روز سخنسرای بزرگ فردوسی حکیم بزرگ هست، حکیم خراسان، و شما عزیزان مبارک باد میگم. امیدوار هستم که روز رسد که هر کدام ما و شما در منازل خود یک تندیس از این بزرگ مرد داشته باشیم. ابوالقاسم فردوسی از خراسان بزرگ که باعث زنده نگه داشتن هی زبان شیرین شده و اسمشان در جوامع بشری ثبت هست. به هر صورت ایزان روز خیلی خجسته هست. خدمت شما عزیزان به عرض برسانم که اتفاق دیروز افتاد که صفحه فیسبوک مرا هک کردن و بعضی ویدیوهایی را که ما با وجود به نشر می سپردم به شکلی از اشکال او را هک نمودن و بعضی دوستا شاید تمامی ویدیوهای مرا نتانند در یوتیوب مشاهده کنند، ولی خب در صفحه فیسبوکی ما هست، ولی باز هم کوشش می‌دارم که این مشکل حل بسازم. خب دوستان عزیز، ما و شما هر روز قسمی که من تأکید میکنم که هر روز جنجال‌های عجیب و غریب ما در کشور داریم. میریم اول روی این مسائلی که دیروز هم تا اندازه صحبت کردم که با آقای غنی، سرپرست غنی و آقای کرزی باید محکمه شوند به خاطر هیچ جنایت را که اینها در حق ملت مرتکب شدند. دیروز ایشان از شفاخانه صد بستری دشت برچی اینا دیدن کردن و گفتن که من یک هزاره هستم. این اولین بار است که همچون حرف رو میزنم. من حیفم چرا در قدر مدتی تاجیک نشد، چرا پنچیری نشد، چرا شمالی مردم شمالی نشد که هزارها هزاران هزاران نیکتا و صدها هزار انسان در اینجا کشته شد. این باز هم امو خاک به چشم زدن مردم شما ببینین. میگه که اما یک شعر است که استاد سراهنگ هم در اشعار خود سروده. یک شافردی هست: سرشک از چشمم پاک کردن چی حاصل، سرشک از چشمم پاک کردن چی حاصل، علاجی بکن از دلم خون نیاید. تو آقای سرپرست غنی و یا آقای کرزی، در این 20 سال شما دو نفر سرگرده های مردم حکومت کردین با 40 کشور شرکای بین المللی شما، با این اردو، با این بیلیون ها دلاری که برای شما آمد، شما امنیت یک شهرتان را گرفته نمیتونید. فقط برای خود دیوارها را بلند ساختین و خلاص در امن هستین. فقط یاد گرفتین که یک روز ایزاربند گلابی بپوشین و یک روز چپن نسواری بپوشین، یک روز چپن سبز، و هر روز یک لنگی از هر قریه و قبیله را بیارین در سرتان بگذارین. تصاویر شما نشر شده آقای اشرف غنی که در هر شما چی کسا را دعوت کردین، دعوت میکنین و شب روز هم راشان نان میخورین، در صفحات فیسبوک هست. همین مردم های صبح سرد هر روز مهمان شما و اینا را در آغوش میگیرین، طالب ها را در آغوش میگیرین، همو جنایتکار ها را در آغوش میگیرین، باز میایین در دشت بچه که ما حالا امروز ما یک هزاره شدیم. اول خب باید خانمت میامد. 280 میلیون دلار را که برش بودجه دادی برای دفترش، نمیفهم چقدر خرج هر ما فعلا دیگه از بودجه برش داده میرین.
این وظیفه خانم شما بود، خانم اول شما که باید میرفت به دشت برچی و هزی خانم ها هزی اطفال دیدن میکرد. خودت میتونستی در صفحه تلویزیون یک صحبتی داشته باشی، ولی خانمت موظف بود. من ایس یک خانم ای سویر آوردی سر این ملت، بر خلاف فرهنگشان، برخلاف عنعنات دینیشان، برخلاف قانون قوانین وزارت خارجه افغانستان آوردی و منعیسی خانم اول هر روز برش بودجه داده میری. و درست است که خانم رئیس جمهور میشه خانم اول است، ولی خودت کوالیفیکیشن امیری نداشتی. به هر صورت امیدوار هستم که سرپرست غنی و دوستدارانش و طرفدارانش و چاپلوسانش حرف مرا بشنوند که هیچ کار از یادم قابل ستایش نیست، هیچ کار هزی درد ملت دوا نمیکنه. شما فکر کنین که 4 سال دیگه ای سر شما حکومت کنه، چی حال روز را سر شما خواهد آورد؟ خبر که از طرف امین ها دیگه همی همکاران از اینا هست، رفقایش هستند که از یک دسترخوان نان میخورن، با هم همکاری خیلی شدید دارن و هر روز یکیش تگ میشه و دیگرش تگ مار میشه. خب شما گوش کنین، همکاری طالبان و دولت افغانستان در برابر دشمن مشترکی که مرتکب چنین جنایت می شود و همکاری برای مهار نمودن کووید ضروری است. ناکامی در این کار افغانستان را در برابر تروریسم، بی‌ثباتی، پیهم و مشکلات اقتصادی آسیب پذیر خواهد گذاشت. اکنون زمان پیشرفتن به سوی صلح است. گیره آقای خلیلزاد نوشته کرده. کدام صلح؟ کجا صلح؟ یک شعار، فریب مردم، فریب جامعه جهانی. چی نام صلح است که به وجود نمیاد؟ ببینین همش فریب، همش فریب میتیتان. و عزیزان متوجه باشین، او نسل جوان متوجه باشین، به خاطر که یک روز در یک کرسی باشین 4 قران رشوت بخورین یا یک جای شما را مقرر کنه متوجه باشین، همه تان فریب میتن. این دولت دولت نیست که به درد جامعه بخوره. 20 سال شما خوب فکر کنین، یک جوانه که 10 ساله بود 30 ساله شده، یک جوانه که تازه تولد شده 20 ساله شده، بر از این شما چی دادین؟ یک جوانه که 20 ساله بوده 40 ساله شما بر از این چی دادین؟ در کشورهای دیگر جهان شما ببینین که در 20 سال چی تغییرات آمده. ما فقط همی جنگ 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 و همی جنگ هم بهانه است که برادر ما خود در جنگ هستیم. چرا در جنگ هستی؟ چرا رای حل اصلیش پیدا نمی کنی؟ هزاران رئیس جمهور کت کابینش استفاده دادن، آوردن کسی دیگه را. ببینید دوستان عزیز، یک دولت تا چی سرنگون میکنه؟ شخص سرنگون نمیکنه، پالیسی غلط یک شخص. تمام پالیسی های آقای کرزی ناکام بود، تمام پالیسی آقای غنی ناکام است، پالیسی امرالله صالح ناکام هست. حالا اگر بریم به دولت های گذشته، همه ایشان پالیسی های اشتباهی که داشتن، در مقابل اگر 5 تا پالیسی خوب داشتن، 10 تا پالیسی اشتباه داشتن، سرنگون شدن، از بین رفتن. ملت امروز به کجاست؟ این ملت ما که امروز به این بدبختی رسیده، همو پالیسی های اشتباه اشتباه پیهم ما را به این حالت کشانیده و هنوز هم اشتباهات، پالیسی های اشتباه.
جامعه جهانی که امروش در این قسمت مشکل داری یک طرفه پرمش، یا رومی رومی از انگیزنگ، یا با ما دوست هستی یا دشمن هستی. اگر دوست هستی بیا در کنارم که دیگه یه شهر درست کنیم، یه مملکت درست کنیم. قدرت توانمندیش هم شرکای بین المللی بسیار به عهد احسن دارن، در ظرف یک هفته درستش میکنن برات. اگر نه که دیگه آمدی فقط با مردم گیم بازی کنی و فریب بتی و فقط جیب های تا پول پر کنی و باز خود بابا بابا بسازی. مرحوم ترکی یادتان هست که قبرش کشیدن و از زیر زمین همی رقم میکنند. آقای اشرف غنی، خشم ملت وقتی که برانگیزد چنین خواهد شد. بس است دیگه، هر روز انتحار، امروز باز هم در پکتیا انتحار شد، مردم بیگناه در اونجا کشته شد، در ننگرهار شد، در وردک میشه، در مزار، در بدخشان، در هر جای، در هرات. آخه چقدر میخوای بکشی؟ دیروز یک مطلب را از غزالی میخواندم، یکی از دوستان اشر کرده بود، میگه اگر قاتل کسی را پیدا کرده نتانستین، حاکم شهر باید محاکمه شود. یعنی قاتل حاکم شهر است. وقتی شما قاتل یک نفر پیدا کرده نمیتونین، حاکم شهر قاتل است. غزالی گفته. آقای کرزی، آقای اشرف غنی، آقای امرالله صالح معاون اول، آقای دانش معاون دوم، آقای غزنفر سوم، شما که هر کدامتون مسئولیت دارین، شما قاتل این ملت هستین. قاتل گرفتار کرده نمیتونین، نمیخواین بگیرین. در طول 20 سال بیشتر از 100,000 دوسیه قتل در محاکم افغانستان ثبت شده، یکیش شما نتونستین جزا بدین. دو تا جوانه که دختره در خیرخانه بردن، دختره که برش تجاوز کردن 15 سال، چرا او دوتا را اعدام نکردی که مردم از او پند میگرفتن؟ ملایی که به دختر تجاوز کرد، چرا او را اعدام نکردی؟ ملا لنده ای که در مابین هرات خانما را عامله کرد، چرا اعدام نکردیش که مردم از او پند بگیره؟ ای آقای انصاری که هر روز صحبت های خیلی خیلی نادرست در مورد اسلام میکنه و مردم به دشمنی و خصومت و کشتن سوق میده، ایره تو چرا اعدام نمیکنی؟ میگه دولت نیستی؟ دولت خوب نمیشه که هر کس در دولت هر کار کنه. یا به خاطر که ضعیف هستی، منیجمنت نداری، نمیخوای، یا هیست که یک پروسی رو پیش میبری که به ضد این ملت است، به ضرر این ملت است، به ضرر دنیا است، به ضرر بشر است. تا کی؟ اعلان کو آقای اشرف غنی اسم کشور را پس در این فرصت تبدیل کو، همه را خراسانی بساز، همه را که هستن زیر چتر خراسان بیار، که اتحاد بیایه، اتفاق بیایه. این موضوع زدن و کندن که در داخل کشور ایجاد کردی از بین بره. یه روز وزی که رفته بودی میگوتی من یک ازار هستم، میگوتی من یک خراسانی هستم، دیگه میخوایم که این موضوعات خلاص شود. همه را زیر بازم تو آمدین نفاق انداختی. یا در تو دمی ازاره بودنت خوش باش، ازاره هستی، ما هم ازاره هستم. صد خورده سال این ملت به این حالت رسیدن. مردم هم همکاری کردن. پالیسی های غلط خود شما، پالیسی های غلط شاه، پالیسی های غلط سردار محمد داوود،
پالیسی های غلط شاهمان الله با خوبی هایشان از آرام نقطه های را مد نظر نگرفتن که امروز کشور با بدبختی رسیده. اگر ما چیزی میگیم بعضی میگه برادر خودت زده عزیزی زده عزوزی تعصب داری. دیروز یک آقای با صدها پیام خوبه که میاد یک آقای نوشته کرده بود که شما تعصب دارید. من تعصب ندارم عزیز، مگه تعصب داشته باشم من میگم کل بیاین که زیر یک سطر یک سقف خراسان جمع شویم، یک کجای از این تعصب است؟ من میگم دیگه کشتن بس کنیم، یک کجای از این تعصب است؟ من میگم دیگه برادر صد خورده سال ما اینا با شما هم کاری کردیم، همه گپتان قبول کردیم، به هر شکل نتونستین که یک ملت شما منسجم بسازین، درست کنین و احترام به همگی داشته باشین. در حریم مردم دخالت کردین، امروز اول شما را از بین میبره. همین صحبه سردی ها اول شما را از بین میبره. ما که حرف بده نمیزنیم، میگیم خب بیاین زیر یک سقف مرز بسته کنیم که ما و شما همگی زیر اسم خراسان و حکومت فدرالی رو درست کنیم، مردم خود درست کنیم، مشکلات خود حل بسازیم با جامعه بین المللی و داخلی. اگه این رقم باشه امکان نداره. شما خب به یک کلام خوشحال خان گوش کنید. کابل و قندهار چه آشیانی دی، کابل اسم و قندهار هم اسم، آشیان هم که فارسی. کابل و قندهار چه آشیانی دی، دا هم اول پنام خراسان دی. این همو خوشحال خان خطک میگه. میگه درست جهان پناپوهان و سردک دی، درست جهان پناپوهان و سردک دی، ولی زیاد پکشی و گره افغان دی. من نمیگم، خوشحال خان میگه. این خوشحال خانه که امروز همه گیتان برای ما میکشین. همو آدم چی فهمیده و دانسته بوده. شما خو یک روز نامدین یک روز رو برازی خوشحال خان بگیرین معرفی کنین، بگین که کی هست، اشعارش بر ما ترجمه کنین، بخوانین، بگوین هدفش. او خودی از او ببینین چی میگه. از مطلب آقای سید مقدوم رحیم هم نوشته کرده بودن که در وقت معینیتشان و زمان سردار محمد داود خان وظایفی که داشتن مطلب را نوشته کرده بودن که حتی از هندوستان وقتی مردم می آیه میگه کجا میری، نمیگفتن افغانستان میریم، میگفتن خراسان تلاش شد، خراسان میرم، به خراسان میرم. فکر کنیم از هند میگم من خراسان میرم، حالی کجا ایسی تعصب است؟ و شما اگه هم مگی دست به دست همیم که دوباره بریم و بگیم ما یک خراسانی، همه جنجالای ما حل میشه، میمونه یک موضوع کشورهای همسایه. او را مگه این مرز باور کنین، شما این مرز دیورنده بسته کنین که یک جنایت بزرگ است که در حقی ملت شده. بزرگترین افتضاح است. هزی مرز تمام قاچاق، تمام دزدی، تمام آثار تاریخی، تمام سنگ و زیرزمینی ها و به اصطلاح چیزی که داره در نداره مود از این مرز میره به اون طرف. حتی اطفالتان هم میگریزنن اون طرف میبرن گردیش مفروشن. این مرز خطرناک است، این مرز باید بسته کنیم. ما همی کشور حدود جغرافیک داریم، همی را اگر بتانیم آرام بسازیم و زیبا بسازیم بسیار گپ است. ما توانمندی یک دایکندی را نداریم که آرام آبادش کنیم. ما یک زابل و نیمروز را نمیتونیم آبادش کنیم، با چی از
او طرف مرز، این پالیسی های اشتباهی بود که میگفتن دا پختون سانز ما بیادر اشتباه کردیم، همین سردار ما داود خان اشتباه کرد، ما داشم خان اشتباه کرد، ما هیچ پشتونستان نمیخوایم، معذرت میخوایم، بد کردیم. ما خود نان داده نمیتونیم، خود ما رو امنیت ما رو گرفته نمیتونیم، ما رو چی به پشتونستان؟ ولی نه، در جانتان آمده بوده که بیاین که تا ایره شما حل بسازین، ایره اگه بسته نکنین این مرزه و هی وضعیت درست نکنین، همه تان سرنگون میکنه. بارها گفتیم باز هم میگم، بله، آب را گل کردم. ای آب را کی گل کرد؟ همی پالیسی های اشتباه حکومت های قبل، هر کدامش از خود اشتباهات را نمودن، پالیسی های اشتباهی را برای ما آوردن که امروز ما به بدبختی رسیدیم. هم مگه به این که امروز با یک صدا بگیم خراسانیم، اسم کشور باید تبدیل شود خراسانیم. جوانهای ما موضوعات عقیدتی تان کنار بگذارین. مسعود بزرگ برای خاک خود جنگیده، نه برای تنها عقیده خود، برای خاک خود جنگید. زمانی که وقتی خیز بر علیه حکومت سردار محمد داوود که ما همیشه میبینیم متهم میشه، در او وقت موضوع دین نبود، در او وقت به عدالتی اجتماعی بود. بعدن که روس آمد باز موضوع خاک بود، پنجابی آمد باز موضوع خاک بود، ولی مردم مسلمان بودن، سنتشان همی بود، ولی هدف قلب اکثریت او بزرگ مردها خاکشان بود. باز هم میگم که به اندازه یک پکولم اگرم جای بانم ازش بیرون، از خاکم بیرون نمیرم، خاکم وطن خود دوست داشت. تمام مبارزه بزرگ مردان به خاطر خاکشان بوده. امروز در پنجشیر ده ها مسجد درست کردن که طالب تربیه کنه، مفکوره طالبی. و بازم میگم فرخوندر کدام طالبی از شاور و از صوبه سرد و از پکتیا و خوست نامد. اینمی مردم آنقدر اندرکلی غیر مستقیم مفکورهشان طالبی ساخته که شما خودتان احساس نمی کنید. به می خاطر ما میگیم که همه ای چیزها را کنار بگذاریم، عقایدتان پیش خود نگه داریم، همه که خراسانی شیم، زیر یک سقف خراسان، یک چتر خراسان، حکومتم بهترین مدیریت را انتخاب کنیم که بهترین مدیریت همین فدرالیزم است، قبل از اینکه ما با تجزیه و جدایی و از این مسائل جنگ داخلی و از این گپا بریم. کنار شما بگوین اما عزیزانه که میگن که در خارج نشستن با کیف و عیش شنوش هستن، در سر سفره هایشان دهان و غذا هست، یک کجای از این تعصب است؟ خب او نظر سابق که نتیجه نداد، ولی تو هنوز در خارج هستی. من این توصیه می برم این دوستان خارج است، شما در خارج هستین، یکی تان در پشت هنوز حکومت ظاهرشاهی بند هستین، یکی تان در حکومت که دکتر نجیب اگه بیایه، یکی تان در حکومت فکرهای گذشته و قدیمی هستین، اینا دیگه نمیشه، خلاص شد، تمام شد، رفت. شما یک تصمیم برای نسل آیندهتان بگیرین، چون شما در خارج از کشور هستین، یک چیز خوب برای اونا تصمیم بگیرین. خراسان هان بود کزوی خراست، از جایی که خورشید طلوع میکنه، بگذارین که خورشید طلوع کنه. عزیزان، هیبتی در کجاست؟ تعصب در کجاست؟ جنگ اندازی در کجاست؟ ما که همه را به همنواهی دعوت میکنیم، میخواییم که جوانان ما فکرش رشد باز شود، دیدگاهش بزرگ شود، در فرهنگ اصیل بومی خود اگر برگردیم هیچ مشکل نخواهیم داشت. ایزان، شعر ما دیروز قرار بود خدمت شما به خوانش بگیرم که شعر هست از سهراب سپهری، باز در مقابل از این جواب هم نوشته شده که چه رقم ما
خود ما آب را گل کردیم. جالب هست، شعر خیلی جالب هست، امید مورد علاقه شما عزیزان قرار بگیره. آب را گل نکنیم، آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتر می خورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر می شوید، یا در آبادی کوزه پر می گردد. آب را گل نکنیم. شاید این آب روان می رود پای سپهدار تا فرو شوید اندو دل دست درویش، شاید نان خشکیده فرو برده در آب. زن زیبای آمد لب رود، آب را گل نکنیم. آب که شفاف باشه، پاک باشه، یه دختر زیبایی میای لب رود نگاه میکنه، چی میشه؟ روی زیبا دو برابر شده هست. وقتی که آب شفاف باشه، دختری میای لب رود روی زیبا دو برابر شده است. چی گوارا این آب، چی زلال این رود. مردم بالا دست چی صفاهی دارند، مردم بالا دست چی صفاهی دارند. چشمهاشان جوشان، گوهاشان شیرفشان باد. من ندیدم دهشان، بیگمان پای چپرهاشان جای پای خداست. مهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام. بیگمان در ده بالا دست چینه ها کوتاست. مردمش می دانند که شقایق چی گل است. مردمش می دانند که شقایق چی گل است. بیگمان آنجا آبی آبی است. غنچه می شکفت اهل دی با خبرن. غنچه می شکفت اهل دی با خبرن. چی دهی باید باشد کوچه باغش پر موسیقی باد. مردمان سر رود آب را می فهمن، گل نکردندش. ما نیز آب را گل نکنیم. بله عزیزانی، حکومت هایی که آمدن، یک ده اشخاص در دورشان و خودشان با همکاری خودشان آب گل کردن و خط کردن و مایی میخواستن بگیرن و گرفتند. و البته با کمال معذرت که شعری نو از خواندنش خیلی مشکل است و ما اونقدر شیرخان خوبی هم نیستم در قسمت شعر نو، ولی به هر صورت امید معنی و مفهومش شما برداشته باشین که اینها آب گل کردن، آب خط کردن، آب زیباره، آب پاکره، آبره که باید شفاف می بود. این حالت اینها سر ما و شما آوردن. چندین حکومت که کار کرده، و اگر شما میخواین که این آب پاک باشه، زلال باشه، شفاف باشه، باید دست به کار شه. کسی بر جوابش نوشته کرده؟ عاشقان بانگ زنید، عاشقان بانگ زنید، آب را گل کردند. کوته های بد نظران خرابی دل کردند. چشمه پر شد از عشق یتیم. ببینین چشمه پر شد از عشق یتیم. آب گل کردند. اگر وطنتون دوست دارین، میهنتون دوست دارین، آرامش میخواین، دیگه
همزبانی میخواهیم، همفرهنگی میخواهیم. این یگانه راهش است. برگردیم به تاریخ بومی و حاصل و افتخارات ما، به خراسانی بودن ما، همه کسانی که حتی از همو کسانی که خیلی خیلی کشته نام افغانستان هستند، نتیجهش صفر شده. برگردیم، اگر هوشیار هستین، اگر دیدگاه بزرگ دارین، برگردین با ما باشین. فرمول های قدیم دیگه به درد نمیخوره. بیاین یک بار بیاین ایره بپذیریم. از زمان امیر عبدالرحمن خان تا به حالی که میبینیم که ما هیچ حکومت سالم نداشتیم. عبدالرحمن خان زهر دادن، امیر ابولای شهید پدر امان الله خان خب پسر کشت با مادر، شاه امان الله خان حکومت نادر و ظاهر شاه حکومت ازش قپید گرفت. حالا حضرت ظاهر شاه رو سردار ما داود خان بیرون کرد. سر ما داود خان همو قوم خودش که از صبح سرد آورده بود، که اونا رو صبح سردی میگم، همین تنهی که اعلانم کرد در تلویزیون طلوع موسیقی که همو کشت. همین دکتر نجیب، خب همین تنهی و سه چهار نفر دیگه که اسمشان هست اینا کشتن. بچه های کاکای کرزی خب خودشان کشت، برادرش احمد ولی کرزی و یکی دیگه ایش که یک شعر پیدا کرده بود در پلی خود میذاشت. اینا خب همه خاطر حکومت ها، اینا همیشون جنگ خاندانی و قومی خود دارن که ملت تباه کردن. حال جنگ یک مدت یادتان باشه درانی و غلجهی رو شروع کردن. حال دیروز نواسه ظاهر شاه مصطفی ظاهر، او یک ایده های دیگه داره. کل گپ سر چپن ما و شماست. همون داستانه که ملا خانم خود روان کرد، گفت برو داد بیرون غالمغال از چی خبر است. لیافه سر خود انداخت رفت، یک نیم ساعت بعد آمد گفت چی خبر بود، چی گپ شد. گفت کل جنگ سر ام لیافه ما بود. حال یکی از شرق و از غرب و از جنوب و از هر طرف آمدن سر ام لیاف اینا جنگ دارن. بقیه مردم اصل که افتخاراتشان بوده و بومی بودن و اصیل بودن و همینجا، حال اینا بیگانه شدن و تا که جنگ از اینا خاتمه پیدا کنه. یه جنگ از اینا چه خاتمه پیدا میکنه عزیزم؟ چند صد سال دیگه اینا این جنگ ادامه میکنن، ادامه دارن جنگ، اینا چند صد سال دیگه ادامه داره. چقدر ما نسل های ما رنج و مشقت و بدبختی رو بکشن. حالا اگر یک حکومت های سالمه که همه کشور در امنیت می بود، همگی آرامش می داشت، همگی تحصیل می کردن، شرایط برشان آماده بود، ما چی مشکل داشتیم که با این دولت ها درد سر داشته باشیم، جنجال داشته باشیم؟ دیروز یک برنامه را نگاه می کردم که نشان می داد برنامه خش و پیشم تو یک برنامه یک دوست از هرات از درست کرده. چقدر جالب برنامه نشان میده که مردم میگه که تخمه یا جنگ مندازن، بودنه را یا جنگ مندازن، مرغ یا جنگ مندازن، کوک یا جنگ مندازن، سگ یا جنگ مندازن، هر چیزی که در ملک اینا باشه او را یا در جنگ مندازن. خب این تأثیرش چی هست؟ فکر میکنی بودن بازی حاله؟ این سگ جنگی حاله؟ نی خواهده میگذشته ها سرش کار نکردن که ملت چی کنن از این مسئله برن به یک راه و روش خاصی که بیکار بودن دیگه، مسائل نبود و نمی کارا را کردن.
اگه بر از اونا کار باشه، شرایط خوب باشه. چرا در زمان حکومت ظاهر شاه و داود خان ما بسیار جوان بچه بودیم، به میدرایی پهمان گاگایی که کاغذ پرانبازی میشید میرتیم بازی، یک طرفش سگ جنگی میشه، سگ والی فلانی، سگ رئیس فلانی، سگ وزیر فلانی. وزیرا سگ بازی میکردن، والیا سگ بازی میکردن، مدیرا سگ بازی میکردن. چه رقم دولت بوده؟ وقتی که ما یه حرفا رو میزنیم میگه خود تعصب داری، ولی کجا از این تعصب است عزیز دلم؟ هم وطنم خراسانیم، تمام روز برای مردم دردسر که تو فارسی گپ نمیزنی، دری گپ میزنی. فارسی گوی هستیم همه ما و شما، خراسانی هستیم همه شما. تفنگ گرفتی که بگو 100% تو افغانستی، هزاره را تو افغان میسازی، ازبک تو افغان میخوایی بسازی، تاجیک تو میخوایی افغان بسازی، پشایی و کرزی و دگر تو، نورستانی را تو. تفنگ گرفتی در جانش توپک که بیادر تو بگو من افغان است. خلاص شدی دوره ها دیگه، مردم هوشیار شدن، بیدار شدن، دیگه دیدن نتیجه نداشت، فایده نداشت. چقدر چقدر تا که تانستین آب گل کردیم. حالی میگه عاشقان بانگ زنید آب را گل کردند، نمیگذارن دیگه. حالا میخواین پاکش کنن، میخواین شفاف شود، میخواین زلال شود. شما خوب فکر کنین که کجای حرف من تعصب است. منش اگر رأی گیری شوه، یک رأی دارم که میگم اسم کشور مبدل شوه به خراسان و دولتش هم فدرالی شوه. اگر توی کی میگی نه، خب یک جایی دارید که از این ملک ده افغان تر است، برو آزادی تا از پشاور پاکستان و از اسلام آباد بگی. جمعیتت هم زیاد است، نفوست هم زیاد است، دانشمند هم و تحصیل کرده هم زیاد داری، برو در اونجا لای پشتونستان رو جور کن. این مملکت چرا میخوای لای پشتونستان جور کنی؟ اون سردار مداد خان همی کارا را کرد، چی شد؟ با تمام وطن دوستی که خاک و مردم دوست داشت، ولی پالیسیش غلط بود، فکرش غلط بود. ولی به مردم بگه میگه والا شما خود زده ازی هستین، برین شما از تاریخ امیر دوست محمد خان یک بار مرور کنین، نامه که به فرزندش فرستاده شما یک بار مطالعه کنین، نامه که به شاه قاجار در تاریخ موهنلال هندی هست یک بار مطالعه کنین. امیر دوست محمد خان خرابترین ننگ تاریخ ما هست، ولی مردم با او افتخار میکنه. قومش محمد گل مومن قاتل این ملت که تمام بدبختی در عصر او ده برابر شد. امروز ببینی یک نفر میگه او قهرمان است، دیگه هیچ چیزا چرش نداره. دوستان عزیزم، همه ما خراسانی هستیم و خراسانی خواهیم بود و خراسانی خواهیم ماند. خب دوستان عزیز، این صحبت های ما هر روز ادامه خواهد داشت. اجازه بدین که من مطلب دیگه ایره که انتخاب کرده بودم خدمت شما عزیزان اگر پیدایش کنم، با کمال تأسف که من هم روانه سفر هستم. دوستان عزیز، امکان داره که فردا برنامه نداشته باشم، کوشش خودم میکنم، ولی امکان داره که فردا مرا معذور دارین.
احتمال داره که نتونم برنامه برای شما اجرا کنم چون روانه سفر هستم. اجازه بدید مطلب بعدی را که من خدمت شما بله دوستان دیگه موضوعی که خدمت شما به عرض می‌رسانم موضوع کرونا بود. البته جایی که ما زندگی داریم و در بیشتر کشورهای اروپا کرونا آهسته آهسته دمش گرفته شده. جایی که من فعلا زیست دارم فیز اول باز شده که مردم میتونن برن رستوران ها و بعضی دفاتر اینا، تا یک هفته دیگه فیز دوم باز میشه، بعد فیز سوم. یعنی اینا دیگه آهسته آهسته مبارزهشان علیه کرونا انجام دادن و موفق هم شدن و مردم هم همکاری کردن و این کرونا را در اطراف خود متوقف ساختن. ولی کرونا در افغانستان هر روز بیشتر شده میره. مبتلایان کرونا به 5639 و 136 نفر جان باختن. ای تعداد خب طبعا که موضوعات بهداشتی رو مردم ما مراحت نمی کنن. شرایط برشان آماده نیست چون جامعه ما یک جامعه عجیب و غریبه هست که در هیچ جایش هیچ فرمول را اینا امپلمنتیشن یا بیس امپلمنت نکردن یا به اصطلاح درست نکردن. به او خاطر مردم هم با امو روش روزمریشان زندگی میکنن و نمیتونن، شرایط برایشان آماده نیست که این موضوع را محافظت کنن و خود ما به اصطلاح از این مرض دور نگاه کنن. ولی جالبیشی است که چون موضوع پول در میان آمده، موضوع 1 میلیارد دلار که من قبلا آمیره خدمت شما یادآور شدم، این 1 میلیارد دلار دیگه حال زد و خوردهای در هر کنج کنار دولت اضافه شده و هر روز میخواین که تعداد قربانیان زیادتر شوه و تعداد مبتلایان بیشتر شوه تا بتانن اینا ای پول ها را به این شکل و تعداد زیاد شدن این مریضا و یا جان باختگان استفاده کنن و با مردم یک دونه نان خشک بتن که از گرسنگی نمیگن. و هم در شهر کابل ما یک چیز خدمت شما با بسیار مسئولیت یه حرف میزنم. در شهر کابل با امی جمعیت 6 میلیون نفری هیچ کسی از گرسنگی نمیمره. هیچ کس. اما گدای روی سرک شما یا یکی که میخواد یک روز گوشت سر دسترخوانش باشه یا یک چیز خوب باشه او موضوعش علایده است، ولی از گرسنگی هیچ نمیمره. امکان نداره که یک نفر در شهر کابل از گرسنگی بمیره که ما بر از او یک دانه نان خشک بدیم. شاید در ولسوالی های دوردست، شاید در ولایت های دیگر این اتفاق بیفته، ولی در داخل کابل امکان نداره. به دلیل از اینکه این مردم به شکل از اشکال یک آیده دارن یا کار میکنن یا کراچی دارن یا دست فروشی میکنن یا یک لقمنان در منزلشان هست. اگر هم نباشه، مردم اصیل کابل آنقدر با وقار و با غیرت و با همت هستن که نان خود با همسایه خود شریک می سازن. اسیر دولت و شاروال کابل بداره که در شهر کابل کسی از گرسنگی نمی میره. امکان نداره کسی از گرسنگی بمیره و شما هیچ سند پیدا کرده نمیتونین که یک نفر به خاطر فرهنگ غنی مردم کابل چنین هست. دل رحم دارن، خیرات میتن، زکات میتن، یک همسایش بفهمه که مشکل دارن نان خود با شریک میسازن. این در طول تاریخ همطور بوده.
این یکی از زیبایی های مردم کابل عزیز ماست. البته در تمام مردم افغانستانی موجود هست، ولی سر کابل وقتی صحبت میکنیم ایرش جناب شاروال بدانه روز 35 میلیون افغانی را برای نان خشک اینا میکشن که چه قشه به نانوایا میتن. روز 35 میلیون افغانی قراره که نوشته کدوم روز 1 میلیون نان اینا میگن به مردم توضیح میکنن که کسی نمیفهمه 1 میلیون داد یا نداد، شاید 100 هزار نان توضیح کنن، ولی مردم از گرسنگی نمیمیره در شهر کابل. کاملا ایره متقین باشین که از او حالاتی که طالب سر این ملت آورد نمردن، که رای غذایشان را بند کرد، رای رفت آمدشان را بند ساخت، رای آردشان را بند ساخت، ولی اینا نمردن، از گرسنگی نمردن، نمیمیرن و نخواهند مرد جز اینکه دولت پروژه هایی داشته باشه که ملت از گرسنگی بمیره. به هر صورت دوستان، هی بود مطلبی که آخر خدمت شما و قسمی که خدمت شما به عرض رساندم. شاید فردا در خدمت شما نباشم، سفر پیش روی دارم برای 1 روز. انشاءالله پس فردا کوشش میکنم که دوباره بیایم. شما هم هر جایی که هستین فکر خراسانی بوده نکنین، فکر این نکنین که اسم کشور تبدیل شود، فکر این نکنین که یک مدیریت خوب در این کشور بیاید، فکر از این کنین که هر جوانی که در هر نقطه کشور هستن شهر خود نگهداری کنن، در مقابل طالب و تا ببینین یک چیز باز من تکرار میکنم، این جوانی که میای خود انتحاری میکنه هی تقصیر نداره. ما در داخل افغانستان صدها انسان دیدیم که بچه خدا داده که برو برای اسلام، ایره بردن به پاکستان و صوبه سرحد امطری یک چیز تربیش کردن. او فکر میکنه که نمی زندگی است، ما برای زندگی ساخته شدیم، برای من این وظیفه را داده شماره لاتریم برآمده که برو خودت اینجا انتحار کو یا اینجا رو بزن، سر نخه پیدا کنین، سر نخ در کمر کرزی هست، سر نخ در ایزاربندی که روزانه آقای غنی می پوشه هست. اینا هستن که یارا در آغوش میگیره، اینا هستن که با اینا میخوای صلح کنه، اینا هستن که اینا را در داخل ارگ خصوصی تصاویرش چاپ شده که فتوشاپ هم نیست دعوت میکنه، اینا هستن که روزها با تلفن مکالمه میکنن با هم دیگه. سر نخ مهمه. سو بیچاره او هم یک بدبخت بوده، پدرش هم یک آدم بیعقل بوده که اولاد خدا داده برو، یا اونا هزارا طفل از هر جای فراری میتن میگیرن. فکر نکنین که تنها از داخل کشور، از بسیار کشورهای غریب نشین جمعوری میکنن میبرن شستشوی مغزی میتن. او برانومور او رو برانومور ترن میتن میسازن. او یک طفل است دیگه، خودت هم اگه طفل تبانی در سر سرک چی به وجود میایه؟ او فکر میکنه که نمی روزانه لب سرک برای گدایی کو، طفلت بر زیر دست ملابطه که چلی شد چی جور میشه از او؟ اونو منصاری واره که در ایراد شما بینید که چی مزخرفات میگه. دیروز یکی از این ملاها را برنامهش مشاهده میکردم، میگه که در صفحه فیسبوک هم هست، میگه که اگر کسی ریشش کوتاه بود گردنی را با کارد کند ببرین. میگه اگر من این گپ من خلاف شریعت اسلام است من اثر استش پایان کنیم. کلگی نشسته گریه میکنه، حالا میگه مولا خب وقتی که تو اولادهایتان شما روان میکنین پیش همچون ملاهای کثیف، همچون انسانهای پلید، احترام به عالمان دین، اولاد تو چی بار میآیند؟ طالب
هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. او طالبی را که در صوبه سرحد شستشوی مغزی میتونه از طفولیت میاریشه، و همین طالبی را که شما روان میکنین که به حرفای انصاری گوش کنه، هیچ فرقی نداره. مفکوره طالبی و او یکی است. او یک درجه بالاترش است که میگه برای همین ساخته شده که تو باید خودم منفجر بسازی. یه دیگهش میگه تو وظیفه تیست که برای 100 سال دیگه این جامعه را اینمه تو نگه داری، طالب نگه داری. حرف ما اشتباس بگین اشتباس. سر نخ پیدا کنین عزیزان، سر نخ. میایه میگه که پروسه صلح بر هم میخوره، نباید ما این کار کنیم. با خیلی پسی طالب خودش آقای سخنگویشان مجاهد میگه که ما مسئولیت این انفجار امروز به عهده گرفتیم. بیشتر از 100 هزار اینا به عهده گرفتن، ولی امروز میای میگه که برادر نی این پروسه صلح ما خیره که آدم ها کشته میشه. صلح ما مهم است. کدام صلح؟ بله عزیزان، سر نخ پیدا کنین، بیدار شوین و اجازه بدین که فکر می کنم که این آهنگی را که برای شما انتخاب کرده بودم اگر باشه آهنگ میهنی است، اگر بتانم برای شما عزیزان، اگر نشد انشالله در برنامه بعدی. به هر صورت برنامه ما هم وقتش به پایان رسیده. از حضور شما میخوایم مرخص شوم، شاید فردا نتانم برنامه اجرا کنم. عزیزان از دوستانی که برنامه را تماشا کردن سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم که برنامه ها را شما با دوستانتان شریک بسازین با صفحات مختلف، تا که بتانیم بیننده های ما بیشتر و بیشتر شوه، و تا او زمان انشالله یکی دو ماه دیگه اگر بتانیم تلویزیون خراسان را دوباره پایه‌گذاری کنیم. از جوانان که از هی مفکوره حمایت میکنن که دوباره برگردن و اسمشان خراسان شوه و محیطشان آرامش پیدا کنه و جنگ خاتمه شوه، خاتمه پیدا کنه، سپاسگزار هستم. میبینم جوانان خیلی خیلی زیاد در این یک سال اخیر برنامه هایی را روی دست گرفتن که با ما هم نظر هستن، هم مفکوره هستن. ما شعار ما کشتن نیست، شعار ما نیست که ما همه ای اینا را قتل عام کنیم، اینا را از کشور خارج کنیم، اینا را به هندوستان بفرستیم، اینا را به اسرائیل بفرستیم. شعار ما این نیست. شعار ما این هست که اینا در حدود عربی همین خراسان بزرگ زندگی کنند، با ما هم نوا باشند، برای ما احترام کنند همان طور که ما برایشان احترام میکنیم، و همین خاک دوست داشته باشند، نه خاک او طرف مرز. کمیتمنتشان بر همین مملکت باشه و جنگ و خونریزی و خشونت کنار بگذارن. اونایی که او طرف مرز دیورند هستن خودشان میفهمن، بگذارن که این مرز مسدود شوه و ما بتانیم یک روزنه خوب را برای نسل آینده یک کشور همه حدود عربیه به میراث بگذاریم، میراث اصلیشان را برگردانیم، میتر بگویم میراث اصیلشان را برگردانیم، تاریخ اصیلشان را برگردانیم، که همه ما بتانیم زیر یک سقف زندگی و زیست کنیم. عزیزان یک جهان ممنون. از آخری نفر که آقای مصطفی جان یک جهان ممنون، مجید جان مؤمنی یک جهان ممنون. این دوستان هم خدا حدود 100 چند نفر هستند که من نمیتونم سلطان متین جان و مصطفی جان آریایی و و و به هر صورت خیلی تعدادش نام خدا زیاد است. تاجیک خراسانی، ویس احمدی، احمد فاروقی،
یک جان هزمه شما سپاسگزاری میکنم، از حضور شما مرخص میشم. فردا اگر برنامه نداشتم، پس فردا انشالله حتما در خدمت شما عزیزان خواهم بود اگر زنده بودیم. همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. هر جای هستین آسوده و آرام و پرسرور باشین. راه و روش خوب را برای مردمتان انتخاب کنین، علل خصوص کسانی که خارج از افغانستان عزیز که کشور امروز به نام افغانستان است هستند. یک راه و روش خوب را برای نسل آینده انتخاب کنین. روز روزگار بر شما پرسرور باد.